بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، امروز میخوام یک مسئله مهمی که باز هم به برادران و خواهران مسلمان و کسانی که با اینترنت و فضاهای مجازی و هر گونه گروه ها و این حساب های اینترنتی سرکار دارن، فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ و لاین و همش توییتر و از واژه هایی که ما امروز استفاده می کنیم در عصر اینترنت، واژه لایک کردنه. امروز مرسوم شده و همه استفاده می کنند برای مطلبی رو که پسندیدن، میگن فلان مطلب رو لایک بکن، لایک کردم. اما خیلی ها نمی دونن که این لایک کردن، اصلش کلمه لایک انگلیسیه به معنی پسندیدن. وقتی شما میگه که من لایک کردم یعنی پسندیدم. کلمه لایک در انگلیسی به معنی پسندیدن، مورد پسند واقع شدن. وقتی شما مطلبی را پسندیدی و لایک کردی یعنی شما به اون مطلب راضی هستی. خیلی از خطورت این کار ناآگاه هستن. بنده میخوام اینجا تذکری بدم، یادآوری کنم برادران و خواهران مسلمانم که مواظب باشن. این لایک امروز خیلی عادی شده، اما یک مسئولیتی در گردن ما و شماست. شاید خیلی این حرف منو باور نکنن یا تو مغزشون نره یا درک نکنن که لایک کردن یک مسئولیت خطیری است که روز قیامت باید جوابگو باشی. خیلی شاید بگن عجب، یعنی ما یک لایک میکنیم روز قیامت باید جواب پس بدیم؟ بله، باید جواب پس بدیم. برادر و خواهر مسلمان عزیزم، هر مطلبی دیدی، هر عکسی دیدی، هر کلیپی را دیدی در هر پیجی، در هر صفحه، در تمام این فضاهای مجازی، قبل از اینکه لایک بکنی نگاه بکن اون چیز گناه است، معصیت است، ثواب است، خوب است، بد است، الله راضی است، الله راضی نیست. خطورت امر کجاست؟ وقتی یک مسئله منکری باشه، مثلا به عنوان مثال یکی بیاد تصویر یک زن لخت بذاره، چیزی که الله راضی نیست، گناه است و معصیت است و فحش است، هر کی اومد لایک زد، این تصویر رو لایک کرد، انگار به این گناه راضی شده، انگار راضی شده به این گناه، در اون گناه شریکه، در اون گناه شریکه. خوب توجه بکنید، کسی مثلا کلیپ یک خواننده و ترانه مبتذل گذاشت، کسی که لایک میزنه، لایک میکنه، یعنی من راضی هستم به این گناه، یعنی پسندیدم، این کارش مورد پسند منه. فکر نمی کنه که الله سبحانه و تعالی این کار رو نمی پسنده. برادر و خواهر عزیز، چگونه تو امری را که الله نمی پسنده می پسندی؟ چگونه الله راضی نیست تو راضی هستی؟ لایک کردن کارهایی که گناه است، مطلبی که گناه باشه، کلیپ باشه، صوتی باشه، تصویری باشه، متن باشه، چیزی که الله راضی نیست. اگر یک مطلب کفرآمیز باشه یه نفر بیاد لایک بکنه، نعوذ بالله، این لایکش اونو به کفر میکشنه. خیلی ساده براتون مثال بزنم، شاید خیلی ها مثلا با گناه معصیت براشون عادی باشه، بگه نه این که انسان گناهکار نمیشه. حالا من مثال بزرگتری میزنم، یکی بیاد به قرآن توهین بکنه، یک تصویری، کاریکاتوری از پیامبر صلی الله علیه و سلم، کاریکاتور مستهجن توهین به رسول الله بذاره، کاریکاتورش بذاره، فرستندش که گناهکاره و کافره، یکی هم بیاد لایک بزنه این مطلب رو، این تصویر رو لایک بزنه، پسندیده بکنه، یعنی مورد پسندش واقع بشه، لایک کنه، چه یعنی من راضی هستم، اونم در کفر اون شریک، نعوذ بالله. خیلی نمیدونن این کار خطرناکه، روز قیامت برای هر لایکی که کردی مسئولی. برادر و خواهر عزیز مسلمانم، اونایی که گناه و معصیت منتشر میکنن، همونطور که در کلیپ، در پیام قبلی فرستادم، در پیام گناه جاریه،
اونا که خودشان گناه میکنن، اما اونهایی که راضی هستن و لایک میکنن اون گناه ها را، اونها هم در گناه آن شریک هستن. کسی معصیتی انجام بدهد گناهکاره، یکی اون معصیت را انجام نمیده اما راضی هست به اون معصیت. مثلا متاسفانه یک روایتی هست، من هرچی گشتم پیدا نکردم و از سندش هم اطلاعی ندارم، اما مفهومش اینه، برای امانت علمی دارم میگم، من از سندش اطلاعی ندارم، نمیدونم این روایت صحیح هست، اما مفهومش زیبایی داره. در روایت یک زمانی من خوندم که اگر در جای گناه و معصیتی انجام بگیره، کسی اون گناه شنید که اون مثلا در یک کشور دیگه یک گناهی انجام گرفته، این در جای دیگر است، در شهر دیگر است، کسی در اونجا حاضر نباشه، در اون معصیت حاضر نباشه، اما با خودش بگه اگر من بودم میرفتم. خیلی مثالم واضح میزنم، مثلا یکی تو ایرانه، چیزی که مثلا باش سرکار دارن، خیلی تو ایرانه، تو یک روستای دوری نشسته، اونجا هیچ گناه معصیتی شاید نکنه، اما میشنوه که تو دبی مثلا کنسرت فلان خواننده مبتذل اومده، کنسرت برگزار شده، فلان خواننده مبتذلی اومده اینجا کنسرت موسیقی و ترانه برگزار میکنه، اون شخص کجاست؟ تو ایرانه. اون مثلا بگه من کاش میتونستم برم، یا مثلا یکی رفت بعد میگه منم اگر میتونستم میرفتم شرکت میکردم، آرزوی بودن در اون مکان گناه میکنه. حالا با وجودی که در اون گناه شرکت نکرده، به خاطر این آرزویی که کرده و اون کار رو پسندیده، براش گناه منکر حساب نمیاد، مثلا من اگر بودم میرفتم، به خاطر این نیتش، به خاطر این آرزویی که داره، به خاطر این تفکرش، انگار در اون گناه شریک شده. نعوذ بالله. لایک کردن هم همینه، هر مطلبی میخوای لایک بکنی برادر خواهر عزیز، قبلی که اون مطلب لایک بکنی اول بخون اون تصویر، نگاه بکن آیا این تصویر الله راضی نیست، اون کلیپ نگاه بکن، اول نگاه بکن اون کلیپ چیه، اگر الله راضی نیست گناه هست، فیلم خرابه، فیلم مبتذله، ترانه و موسیقی و نمیدونم چیزایی مستهجنه که الله راضی نیست، تصاویر زن لخته، هرچی باشه الله راضی نیست، لایک کردن تو یعنی شریک جرم شدن. برادر خواهر عزیز، این نصیحت از من داشته باشید، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الله می فرماید در کار نیک با هم دیگه همکاری کنید، در کار تقوا برای گناه و معصیت با هم دیگه همکاری نکن، همکار اون گناهکاران نشو برادر خواهر عزیز. لایک کردن تو به منزله تأییده، به منزله مهر تأیید زدنه، منم تأیید میکنم کار تو، منم این گناه را تأیید میکنم و روز قیامت مسئول هستی. الله ازت میپرسه بنده من تو چرا اون گناه منو، معصیت من، نافرمانی من میشده، تو چرا پسندیدی و لایک کردی؟ حالا شاید روز قیامت از اصطلاح لایک استفاده نمیشه، لیکن از الله از تو میپرسه چرا یک کار گناه و معصیت را تأیید کردی. تأیید کردن گناه و معصیت یعنی خود گناه، این گناهه. این نصیحتی از این برادر گناهکار و خطاکارتون داشته باشید برادران قرن است. کار کردن با اینترنت مسئولیت داره، مواظب باشید چه میگذارید، چه پستی میگذارید، چه پستی را لایک میکنید، خیلی مسئولیت داره، مسئولیتش سنگینه، نیازی به تقوای بیشتر داره. از الله بترسید، بترسیم از اون قاضی که روز قیامت قضاوت میکنه و خودش شاهد اعمال ماست. سبحان الله، قاضی در محکمه نشسته، خود شاهد نیست، دو تا شاهد میاره، حالا یا با پول خریدن یا شاهد دروغکیه، اما الله سبحانه و تعالی خودش قاضی است و خودش شاهده. لا اله الا الله، کی میتونه از این قاضی فرار بکنه؟ برادران خواهران عزیز، از اون قاضی بترسیم که خودش شاهد اعمال ماست، در خلوتهای ما ما را میبینه، نیازی به گواه نداره، دو تا ملائکه کنار ما هستن، ولش کن، اصلا تو اصلا اونا رو فرض بکن نیستن، با وجودی که هستن اونا رو ول کن. اگر ایمانی به اونا بود که انسان معصیت نمی کرد، الله سبحانه و تعالی رو بچسب، اون داره تو رو میبینه، اون داره تو رو مشاهده میکنه، اون خودش قاضیه و خودش شاهده. اگر تو ملائکه ها رو نمیبینی، یا شاید هم باوری نداری که دوتا ملائکه دارن فرمانده و اعمال تو را میبینن، مینویسن، کرامن کاتبین، یعلمون ما تفعلون، الله سبحانه و تعالی خودش بالای عرشش
که مورچه سیاه را بر سنگ سیاه میبینه، در شب تاریک از هیچ چیز غافل نیست، تو را میبینه در هر کجا هستی. پس از الله بترسیم، هر مطلبی را لایک نکنیم، هر مطلبی را نپسندیم، در تمام کارهامون تقوای الله را پیشه بکنیم که هر کاری میخوای بکنی، هر قدمی که میخوای برداری، هر چیزی میخوای بنویسی، هر پستی میخوای بگذاری، نگاه بکن الله راضیه یا راضی نیست. قبل اینکه دکمه را فشار بدی لایک بزنی، مطلب را بفرستی، بخونی، باز بکنی، بفرستی برای کسی دیگه باز پخش بکنی، ببین الله راضیه یا نیست. از لایک مردم خوشحال میشی که مردم تو را لایک کردن. تو صفحات نگاه میکنه، مطلبی گذاشتم، عکسی گذاشتم، 100 نفر، 1000 نفر لایک کردن، پسندیدن، خوشحال میشه. از اون خوشحال بشو که الله تو را بپسنده. لایک الهی، پسندیدن الهی، الله و ملائکه تو را لایک بکنن. برادر و خواهر عزیز، کاری بکن که الله تو را بپسنده، محبوب الله بشی. نه کاری بکن مردم تو را بپسندن، لایک بکنن. این لایک ها روز قیامت به درت نمیخوره، بلکه وبال گردن میشه. اما کاری بکن که الله تو رو بپسنده و ملائکش. الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما توفیق بده و ما را از همه گناهان و فتنه ها محفوظ بدارد. و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد.